این ویدیو میخوایم جزیره رو فتح کنیم. 16 تا از بهترین بازیکن‌های جهان که نامزد توپ طلای جهان بودن برای تسخیر جزیره با هم دیگه میجنگن. نبرد تن به تن، تنفر و مصونیت، در آخر فقط یک نفر توی جزیره باقی میمونه. داستان اینجوریه که ما گردونه رو میچرخونیم و اسم هر بازیکنی که از این گردونه در بیاد، مثلا فنداک، متخان توی جزیره میشه تا بعد به سمت فنداک. به سمت فنداک میرسد. فلش رو میچرخوند و این فلش به سمت هر بازیکنی که بیفته، مثلا سمت فنداک بیفته سمت امباپه، 11 تا فنداک مقابل 11 تا کلین امباپه بازی میکنه. و همینطور فنداک و بقیه بازیکن رو پیش میاد تا در نهایت فقط یک نفر جزیره رو مال خود میکنه. سلام و درود دوباره شما. بریم سراغ اولین بازیکن. مدیخان گردونه رو چرخوند و ببینیم که اولین بازیکن چه بازیکنی از این گردونه میاد بیرون. آلفونسو دیویز. آلفونسو دیویز میگه فلش رو بچرخون. فلش رو میچرخونیم برای آلفونسو دیویز و ببینیم که به سمت کی میافته. آلفونسو کجاست؟ اوه آلفونسو وسط. آلفونسو و کریستیانو رونالدو قرار که من بازی کنن. بله ما شاهد میکنیم 11 تا کریستیانو رونالدو در مقابل 11 تا آلفونسو دیویز قرار میگیرن. وارد زمین میشن این بازیکن‌ها برای تسخیر جزیره نبرد تن به تن شروع بکنن. بله بازی شروع میشه. کریستیانو رونالدو بازی رو شروع میکنه. همینطوری که مشاهده میکنید اصلا من هیچ تأثیری در بازی ندارم و خودتون باید ببینید که چی میشه. آلفونسو دیویز داره حملات خطرناکی رو شکل میده اونجا. سرعت بالایی داره این بازیکن نسبت به کریستیانو رونالدو. فکر میکنم البته آقای رونالدو برو بگیر ازش. سانتر آلفونسو دیویز روی سر کریستیانو رونالدو توپ رو مقدم میدن. دیویز نمیگیره توپ. ببین هر کدومشون شوت بزنن قطعا دروازه باز میشه. تو اصلا دروازه‌بانی بلد نیستن هیچ کدومشون. رونالدو حرکت بازی بود انجام میده. پشت مدافع ارسال تو بیرون میره. نیمه اولش غلطی هم کردن هیچ کدوم. هیچ کدوم از تیم ها هیچ تعویضی ندارن. هیچ تیمی. و اگر مصومی بدن باید با همین تیم برن جلو. و اینجا جایسی یالی دیویز گل میزنه. توی دروازه اولین گل جزیره رو به اسم خود ثبت میکنه. رونالدو داره میوازه. دیویز کاملا عقب کشیده. همینطور رو مشاهده میکنه یه اتوبوسی زیبا چیده اونجا. رونالدو کاری از دستش بر نمیاد. 89 بازی و رونالدو در حال اوت شدن از جزیره است. هر کی از این بازی ببازه و هر کی کلا بمازه و حذف بشه میندازیمش تو دریا. خودش با شنا برگرده. رونالدو شنا بلده دیگه. خب با شنا ان شاء الله برمیگردی در خانه. بابا برو گل بزن تو هم آوری ما رو بردی. برو. وای رونالدو اوت میشه از جزیره. آلفونسو دیویز نتیجه یک برای رونالدو رو حذف کرد و از جزیره پرتابش کرد بیرون. میریم سراغ بازیکن بعدی و گردونه رو میچرخونیم. کوین دی بروین انتخاب میشه. از کوین دی بروین پرسیدیم که آقا دوست داری که با کدوم سمت بازی کنی؟ پس فلش رو میچرخونه و به سمت راست میفته. یعنی تونی کروس در مقابل کوین دی بروین. البته اینجا فقط چرا کوین دی بروین است؟ کروس کوب است. کوین دی بروین ها رو مشاهده میکنید در کنار تونی کروس ها. حالا شروع میشه. کوین دی بروین بازی رو شروع میکنه. شماره 9 شون و کوین دی بروین تیمش میشه عقب. بگیر بزن شوتش کن کروس. بده بشه. سان بابا چیکار داره میکنه این؟ تونی کروس به وسط. شوت تونی به بیرون میره. تونی ها به یکدیگر میگویند آرام باشید. اوه چقدر بد زدش. تنهایی بسیار سهمگیر رو داره مشاهده میکنیم. این نشون دهنده اینه که کروس بیشتر جزیره رو میخواد و دوست داره بیشتر قلم روی خودش رو بزرگ کنه. کروس شد. بچرخ این بری. بده راست عالی. همین سانت کن بابا. بده میام تمام شد. دوست دارم ببینم در این جزیره با چه کسی تنها میشم من. یا علی کروس شوت کن. نبره دی بروینه ها. این نبره ها. بده اینور. بده اینجا که من هستم. بده اینور. بده خودش بره. برو کلا علی بود. دقیقه 77 بازی است و همچنان بازی 0-0. یا علی دی بروینه. حالا شاید جزیره یعنی مهدی خان نشسته که ببینه کی میبره این بازی. وای تک به تک گل زد دی بروینه. مکه داریم. چرا گل نزد کروس؟ ترسناک دی بروینه. کلا من دوست دارم باش هم سفره بشم. لطفا یکی اینو حذفش کنه. یکی 91 92 و کروس شکست میخوره. کوین دی بروینه با نتیجه باور نکردنی یک بار ریتونی کروس رو از جزیره اخراج کرد و کوین دی بروینه قلم روی خودش رو افزایش میده. تا یه کار کوین دی بروینه و آلفونسو دیویز تونستن قلم روی خودشون افزایش بدن. بره سراغ جنگ بعدی. گردان رو چرخونیم و منتظر بازیکن بعدی مونیم که ببینیم جنگ بعدی بین چه کسایی خواهد بود. کلیان امباپه. برای کلیان امباپه فلش رو میچرخونه و ببینیم که به سمت کدوم بازیکن میفته. به سمت شمال شرقی. بلینگام خورد به آقا وایس. خدای خورد به بلینگام. خدایی دارم میگم خورد به بلینگام. حالا شروع میشه بین کلیان امباپه و بلینگام های 11 نفره و امباپه 11 نفره. حالا شروع میشه. امباپه بازی رو شروع میکنه در مقابل بلینگام جوان. دو تا بازیکن جوان. الان بلینگام دارم میگن که میخواد بره رئال مادرید رو قرارداد امضا بکنه که قرارداد هم اینطوری هست. بده پاسو. کلیان امباپه توپ رو نمیتونه
میتونه بگیره از بلینگام. بلینگام بده خودش، بده خودش، برو کلا. ساندرا بلینگام روی دروازه، ضربه سنه نمیشه. فعلا امباپه مچاله شده مثل کاغذ. ساندرا بعدی بلینگام روی دروازه، باز هم امباپه در آورد. بلینگام کلا اصلا چپ داره نفوذ میکنه، شما رو گفته. ساندرا بعدی بلینگام باز هم نمیتونه بزنه. بعدی بلینگام یارکل زیبا پاس میده خودش رو داخل محوطه جریمه، حرکت میکنه، شوت به بیرون رفت. اوه پاس واسه ایمو امباپه پشت مدافعین، قطعا میتونه اینو گل کنه. توی دروازه، توی دروازه دقیقه 36 رکورد سریعترین گل جزیرا رو میزنه. هیچی بابا هیچی، اصلا بازی ولد نیست خدا وکیل. نیمه اول امباپه پیشه که نیست بگه حالا این همه بازی کن ات ما باید امباپه رو میابردیم. گن زد، گن زد، گن زد بلینگام، رفت شودش هم کرد. حساب تو دروازه مونت خوب بود، هم اولیه رو خوب میگرفتی که رو گل خوردی. یه شما بازی بلینگام نتونست گل رو سمر برسونه در مقابل کلیان امباپه سرعتی. گل زد، بازی مساوی میشه در دقایق پایانی دقیقه 89 بازی. بلینگام برگشت به بازی، بازی مساوی شد، مساوی شدن. آقا گل طلایی، هر کسی گل بزنه مرده، هر کسی اولین گل بزنه مرده، گل طلاییه. من نمیدونم. وای خطا واسه بلینگام، ضربه کاشته برای بلینگام، بهترین جای ممکن. ببینید که ضربه شو خاک، به خدا این عقلش نیست بیاد بالا. ای خدا نیمه اول اینو مساوی کردم، مسکر خو اول فاز بلینگام، شوت بلینگام تمام میکنه کار، تمام میکنه کارو بلینگام. و امباپه رو اوت میکنه با گل طلایی که زد. امباپه از جزیره اوت میشه و در آبهای خروشان غرق شد و بلینگام قلم روی خود را به راحتی هرچه تمام تر گسترش میدهد. جزیره اینجوری شد که میبینید سه نفر درستن قلم روی خودشون رو اضافه بکنن، سه نفر از جمعون هست بیرن، پس بیرن سراغ بازیکن بعدی. بار دیگر من حتما گرونه رو چرخون و موزه رو بازیکن بعدی موند. این دفعه جنگ بنده چه کسی هستش؟ باز هم بلینگام. از بلینگام پرسیدم که دوست داری با کی بازی کنی، شانسی که امتحان کرد و براش سمت چپ پایین افتاد. خدا چون مرکی دریاست دوباره بشه یه بار دیگه شانس امتحان کن، شانس گوهی داشتی آقای بلینگام. یه بار دیگه سمت راست پایین، همون سمت راست. پس بلینگام با نیمار جونیور بازی میکنه. بلینگام مشاهده میکنه که نرفته دوباره برگشته به بازی کردن و برای اینکه یک مقدار داری که توی نیمار کم نیاره داره میگه که آقا من تازه بازی کردم ولی باید دوباره بازی بکنی. بازی شروع میشه بین نیمار و بلینگام. ببینیم که نیمار میتونه انتقام کلیان امباپه یعنی هم تیمی خودشو از بلینگام بگیره یا نمیتونه بگیره. اسکور مزخرف بلینگام، این بشر سن لاست میزنه. وش وش وای بلینگام به وسط بیاره، کار تمومه. وای نه گل نشد، میزنه بالاخره، بالاخره دروازه نیمار باز میشه. دقیقه 17 رکورد سریعترین گل جزیره رو به خودش ثبت کنه بلینگام. سوره سری رفته میشه، نیمار رو باید بیاره برای زد دهن زدن تا در آب دریا غرق نشه. اما من دارم حساب میکنم بلینگام بیاد بغل جزیره یه آتش، یه آتشکده زیبا با یک چای. من هستم با بلینگام. بابا یه شوت دیپینگ داری تو، آردو خوب میزنی، بزن لامصب و گل چه دیگه. نیمه اول نیمار باخته. بابا برو نیمار، به خدا تو قابلیت و استعداد بیشتر از این بلینگامه. برو 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 برو. آها یه دبل تاچ شوت، کجا داره میاد؟ یه دبل تاچ شوت، اون که هد نمیتونه بزنه. شوت شوت همون شوت. اوه یه در سوخته بلینگام، چه دروازه بانی داره. اوه بلینگام یه دریبل پاس به جلو، تک به تک، گل بعدی بلینگام. آب سردی که بر سر نیمار ریخته میشه و توسط بلینگام. آره به کمد داری تو. اوه بلینگام دستوردار نیست، صرف از گل سوم بلینگام. گل سوم، گل سوم و برد و حذف نیمار قطعی شد. تمام کار نیمار و نیمار برم غرقش کنم و نیمار غرق در آبهای خروشان دریا می شود. بلینگام قلم روی خود را برای سومین بار پیاپی گسترش می دهد و تقریبا جنوب رو برای خود می کنه. جزیره فعلا به این شکل در اومده و بیشتر جزیره برای بلینگام شده. حتما می سرغ بازی کنه بعدی برنگ جانگ به دست آوردن جزیره. وینیسیوس جونیور از رئال مادرید. از وینیسیوس می پرسم که پسر جان بچرخون تا شانس خود را پیدا کنی و بیابی با کی بازی کنی. بله وینیسیوس جونیور همینطور که مشاهده می کنید با اشرف حکیمی بازی خواهد کرد. آقا از زاویه پایین که رو نشون میدی. به به وینیسیوس بچه مگه اینو مشاهده میکنین که از سمت راست وارد زمین میشن. 11 تا اشرف در مقابل 11 تا وینیسیوس، چه کسی در آبهای خروشان غرق میشه و چه کسی برای رقابت باقی میمونه. اشرف بازی شروع میکنه. اون ور رفت کیمیا. اشرف توپ گرفته پاس به جلو، تمام میکنه کار وینیسیوس یا نه گرفتش. برو بده رفت، بده رفت، برو کلا تک بده که وینیسیوس جونیور برو بزن. خواهش میکنم گلش کن، گلش کن وینیسیوس. بابا داری چی اونجا داخل جای دبل تاک زدن
شوتش کن لاماسو، بزن بزن خواهش می‌کنم، یه شوت جان مهدی، یه شوت تو رو خدا بزن. تاچ بکیمی خطا میکنه بهش چی نمیگی؟ در هوای گرم جزیره وینیسیوس ببینیم که میتونه این ضربه رو تبدیل گل بکنه، اولین کاشته گل شده باشه یا نه. خیره بابا بزن این کاشته رو مستقیم لاماسو بره تو. بچرخ تمام میکنه کارو وینیسیوس. بارکلا، نیمه اول با برد وینیسیوس تمام میشه. ببین سوال نمی دوم، داستان غم انگیز اینجاست که اشرف حکیمی مثل اینکه شنا بلد نیست ولی باید شنا کنی به سر جان. محمد فصل، وای دروازه باز شد، دروازه باز شد. دروازه وینی جی آر در دقیقه 76 باز شد. وینیسیوس برو کارش تموم کن وینیسیوس. مثلا اشرف حکیمی پشت مدافعی اشرف، تک بده اشرف، پاس به این طرف، میتونه کارو تموم کنه اشرف، تموم بکنه کارو. باورم نمیشه وینیسیوس چیکار کردی بینی؟ وینیسیوس در آبهای دریا قوطه‌ور میشود و نم نمک از گوشه تصویر خارج شد. اشرف حکیمی قلمروی خود را گسترش میدهد و همینطور که میبینید جای وینیسیوس جونیور را به راحتی همچه تمامتر میگیره اشرف. رفتیم سراغ بازیکن بعدی ببینیم که بالاخره تکلیف مشخص میشه یا نمیشه. فنداک و میپرسیم که ازش بچرخونه تا ببینیم که به کدوم بازیکن میفته و جنگش رو آغاز کنه. خب چبالا که آقا هیچی نیستش، آقا بار دیگر میچرخونه. بله همونطور که مشاهده میکنید، بار دیگر مشاهده میکنید که فنداک میخوره به بلینگام و بار دیگر بلینگام باید بیاد گسترش بده قلم روشو. باور نمیشه بلینگام پدر سوخته چهارمین باریه که اگر ببره چهارمین باریه که داره قلم روشو گسترش میده. بعد شروع میشه بلینگام برای بار چهارم در این تورنمنت، بار سوم، برای بار سوم بازی میخواد بکنه، برای بار سوم کسابت شانسی هم داره. بکشش تو بزن برگردونش بیرون. رفت عالی، وای فنداک تک به تک گل زد به بلینگام. یکی برای دقیقه 36 فنداک جلو میافته و یک هیچ. ببین گلش میتونی بکنی بلینگام گوش کن، گلش میکنی ها. رفت بده بهش. عجب کودنیه. نیمه اول یک برای نفع فنداک. من نمیدونم بلینگام چرا جلو نمیکشه. بکش جلو خبرت. آره جرت میده فنداک. بلینگام زورش نمیرسه به فنداک. بلینگام داره دست میده. بلینگام بکن آماده باش. اوه بده واسه تو. شوتش کن همون شوت. گل دارم بهت میگم همون شوت کن. اینا میخوای مثلا مستقیم بکشی ها؟ بکش ببینم چه غلطی میخوای بکنی. غلطی نمیکنی، بده راست آرکیالا. شوت تمام. آکش تو سرت. بلینگام با چهره غمناک از جزیره خداحافظی میکنه. فنداک به همین سالگی صاحب جنوب جزیره مدیقا میشه و میاد و اونجا سکنا میگزیند. همین چهره بار دیگر گردانه میچرخونیم ببینیم که از این دنوری که باقی موندن الان نوبت کی به کیه. محمد سلام فلش رو براش میچرخونم تا ببینم که باید با کی بازی بکنه. داداش شما شر کی آوه؟ یه بار دیگه شانس تو امتحان کن. امیدوارم که من دیبروینه نیفتی عزیز دادم. چون بعد میشه جنوب شرقی. جنوب غربی محمد صلاح پدری. یک شب مهتابی در جزیره متیخان بازی بین پدری و محمد صلاح شروع میشه و هر دوشون اولین بازیشون توی جزیره است. محمد داده رو شروع میکنه. در این دیدار چه کسی برنده خواهد بود و چه کسی میره تو آب؟ صلاح سوپر گرفته. تک به تک به دروازه‌بان شوت صلاح در میاره پدری. اوه خالی کرد وسطو. اسکات بده پدری. پدری کاتش بده. پدری گل کن. پدری بزن. شماره دو پدری سانتر وقت بکش روی دروازه. محمد صلاح دیگه روش داره کورنر. سانتر پدری یه تیکه روی نقطه پنالتی یا نه. اما کات بده گل چه دیگه. شوت آه شوت. الو داداش عشق سانتن همه یا ابوالفضل. پدریس بکش بزن در میارو دروازه بان. بس سف سف نیمی اول. پدری خوب بازی نمیکنه. نه پدری نه صلاح هر دوتاتون داریم بعد گل نشد. لبه خط در میاره سلا. چقدر خرشانسه ای. بچرخ بزن همین شوت. بابا جهره سلا سرویس خیلی خوب داره دروازه‌بانی میکنه. رفت تک به تک گل میشه یا نه. بازم نشد. اما سلا باشه مدافعین ساندشو میکشه یا نه. سانتر سلا گل میشه یا نه. سنوزم فرصت داره سلا میتونه شوت رو بزنه. بزن شوتو کن بزن دیگه شوتو. این 90 داره میشم چنان سف سفرن تموم شد. سف سفر محمد فاس گلش کن پدری بزن لامصبو دیگه. پاس بده دیگه شوتش کن تمام میکنه کار پدری. پدری برنچ یک بری صلاح شکست داد و صلاح با این نتیجه از جمع جزیره خداحافظی میکند. و پدری قلم روی خود را رو به همین سادگی مشاهده میکنید بزرگ و بزرگتر میکند. فقط نه تا بازیکن توی گرونه موندم. پس دوره گرونه چرخوندیم و موتور بازیکن جدید موندیم و بالاخره نوبتی نیونه نوبتی دل هاست. مسی گفتیم که این فلش رو بچرخونه. فلش رو چرخون و ببینیم که به سمت کدوم بازیکن
میافته تا رقیبش بشه. حرف لیونل مسی مشخص شد و کسی نیست جز دی بروینه. برای اولین بار لیونل مسی در بازی های جزیره مکزیک حضور پیدا میکنه. ببینیم در یک روز آفتابی لیونل مسی میتونه قلم روی کوین دی بروینه که تونسته دو تا قلم رو داشته باشه رو بگیره یا نمیتونه بگیره. لیونل مسی از سمت راست نفوذ داره میکنه که کوین دی بروینه بدن میذاره. حالا مسی سانتر میخواد بکنه که کوین دی بروینه نمیذاره. سانتر مسی شوتش بیرون. کوین دی بروینه یارو زده حمله میزنه. شماره 11 پشت مدافع خالیه. مسی نمیرسه به کوین دی بروینه. شوت کوین دروازه مسی باز شد. لیونل مسی بعد به خود بیاد و بره برای زده حمله زدن. مسی میکشونه به سمت چپ. وای مسی داره خیلی بد بازی میکنه. دارنده سه قدم روی شماری به کی میرسه؟ مسی یا دی بروینه؟ برای سومین بار میتونه قلم روی خودشو گسترش بده یا مسی همون اول اوت میشه. برو مسی اوتش کن. مسی شوت مارک کارو در میاد. لیونل مسی باز رو تساوی میکشونه. همین چهره مسی تنها از مارسلونا با فرق پی اس جی اومده در جزیره ما. ببین ولی مسی این بازی هم ببره قهرمان جزیره نمیشه. حالا من به شما هی بگم شما بگو نه چون رونالدو فنی داره اینو میگه، ولی من طبق تجربیات دارم به شما میگم، ولی شما قبول نکن. اوه بفرما داشته باش. نگاه کن تو رو خدا بیا گل خوردش. آخ مسی کاری نمیتونه بکنه و به سرنوشت کریستیانو رونالدو در اولین بازی دوچان میشه. مسی از جزیره خداحافظی میکنه و در آب ها شنا میکنه تا پاریس سن ژرمن. برو دیگه برو بیرون. و کوین دی بروینه قلم روی خود را برای بار سوم گسترش میده و شمال شرق جزیره رو برای خود میکنه. همیشه بار دیگه گردونا چرخوندیم و منتظر بازیکن موندیم تو تکلیف هفتمین حذفی مشخص بشه. آلفونسو دیویز حریف میطلبد. میچرخونیم و ببینیم که حریف آلفونسو چه کسی خواهد بود. شمال حریف آلفونسو کسی نیست جز کوین دی بروینه. آقای آلفونسو دیویز دوست دارم چنان میزنی کوین دی بروینه رو محو در آب بکنی نفهمی جزیره کجا بوده. کوین دی بروینه حرکت خوش داره انجام میده اونجا. خیلی چغره بعد بدن کثافت. نه از این آلفونسو رد نمیشی. نه داداش از پشت مدافع این دیبروی نمیرسه. سانتر نکنه گامش بیا برو گامشو. دیبروی دهن سرویس ولکن قضیه نیست. ای بر اون پدرش سلوات. گلش کن شوت بارک بار. این دیبروینه نباید بیاد بالا. دیبروینه نیاد بالا. 82 واسی همچنان مساوی. دیویز تک به تک شد کنه کارو. دقیقه 92 بازی. حالا برو کموشو تو آب. کوین دی بروینه از جزیره اخراج میشود و قلم روش به سال یاب خوردن به رنگ آبی آسمانی در میآید. همینطور که مشاهده میکنید آلفونسو دیویز بخش بسیار زیادی از جزیره رو گرفته. فقط 7 نفر باقی موندن. سر میرون تو رقابتشون رو بدید تا انتخابش کنیم و فقط 6 نفر توی جزیره بمونن. کسی نیست جز راموس. فلش رو میچرخونیم و برای اولین بار میخوایم ببینیم که با کی مسابقه میده راموس. پایین سمت راست یعنی ویرجیل فان دایک. دو دفاع در مقابل هم. اینجا باید نشون بدن که کی دروازه‌بانی دفاع هافبک و فورواردش بهتر از اون یکیه. بابا آقای راموس ما به تو اعتماد داریم. راموس پاسش به جلو به سمت چپ میرسونه. داره جلو برسونه توپ رو. شوت راموس در میون فنداک. سانتر می اول هیچ کاری نکردن. ماشاءالله راموس تریپ میکنه. رفاسی سانت کردن. باید بکشه زودتر سانت. بیار وسط شوتش کن. بیار وسط شوت کن. بابا جهنه فنداکو سرویس. بابا زد قشنگ راموسو. ببین آقای راموس سه نفر پشت توپین. یکیتون مستقیم میزنه خدا وکیل گله. دمت گرم بارکلا. دروازه حریف رو باز میکنه سرقیو راموس. بابا این سان نکنه این هدش بهتر قدش هم بگیرش دیگه. راموس چه شانسی میاره. فنداک از جمع بازیکنان جزیره خداحافظی میکنه و در آبهای خروشان غرق میشود. سرقیو راموس به همین سادگی به سادگی آب خوردن تونستش قشنگ 4-5-6 تا قبیله رو برای خود بکنه و قشنگ پایین رو بگیره. خیلی خوب فقط 6 نفر موندن. دوباره گردان رو میچرخونیم ببینیم که نفر بعدی کیه که حذف میشه. نفر کی میمونه؟ پدری. فلش رو میچرخونیم ببینیم که پدری باید با کدوم بازیکن بازی بکنه. بالا یه بار دیگه بچرخون. پایین قشنگ پایین. پایین کیه؟ پایین اشرف حکیمی. تا حالا دقت کردین که لواندوفسکی و هالند بازی نکردن و اونا میخوان چیکار بکنن؟ به نظرتون چی میشه پایان این قضیه؟ پاس پشت مدافع برایش اشرف شماره 7 توپ رو استاپ میکنه. قشنگ هم استاپ میکنه. میخواد سانت بکشه اشرف. غلطی داره میکنه اشرف. من نمیفهمم. اشرف حکیمی سانت تو وسط نمیتونه ضربه سر رو بزنه. پدری میگیره توپو. این اول مساوی. به حمله پدری میتونه گلش بکنه. پدری. پدری حرکت زیبایی رو در انجام میده. پشت محوطه جریمه توپو نمیتونه لو بده. پدری گلش میکنه. دقیقه 72 بازی دروازه اشرف حکیمی باز شد. اشرف حکیمی پشت مدافع این پاسشو میده. یک ارسال و پدری در برد. تمام کار اشرف حکیمی و باید بره در اعماق اقیانوس شنا بکنه. تمام کارش. اشرف حکیمی به همین سادگی در آبهای اقیانوس از سمت شمال به بیرون میره. پدری
قلمروی خود را به همین سادگی گسترش میده و صاحب 5 قلمرو همزمان میشود. بله فقط 5 نفر موندن. میریم برای انتخاب کردن نفر بعدی. ارلینگ هالند. سمت هالند رفتیم و ازش خواستیم بیفلش رو به چرخونه تا ببینیم که با کی میخواد بازی بکنه. و اون فرد کسی نیست جز پدری. شروع شود بین ارلینگ هالند و پدری برای اولین بار ارلینگ هالند در جزیره حضور پیدا کرده تا بازی کنه و الان فقط لواندوفسکی مونده که هیچ بازی نکرده. قطعاً ارلینگ هالند باید پدری رو ببره چون قدش بلندتره. هالند میره واسه سانت کردن سمت راست. پدری توپشو میزنه. خیر هالند دوباره توپو گرفته. سانتر تو برمیگرده. این ما 0-0. میریم بیرون بابا. میریم بیرون. دوتاتون هیچ کاری نکرد. پدری صاحب توپ میشه شماره 11، شماره 5. یه دبل تاچ. یه شوت میتونه رو دروازه کنه. پاس پشت مدافع هالند تک به تک کارو تمام میکنه. هالند ارلینگ هالند دوباره صاحب توپ میشه به سمت چپ میاره. پدری توپشو گرفت اما خود هالند دوباره باز پاس گیری میکنه. توپو میتونه به سمت راست برسونه. شوت هالند دروازه باز میکنه. نه هیچ کاری نمیکنه پدری. عمرن داش میگم قد بلند کارو در میاره. تمام حس پدری. و پدری در آبهای اقیانوس قوطه ور میشود. تصویر شد اینجوری فقط 4 تا بازیکن در این جزیره باقی مونده. بار دیگر گردونا رو چرخوندیم تا تکلیف بازیکن مشخص بشه. بالاخره 3 تا بازیکن بمونن و باز هم هالند. گردونا رو میچرخونیم. فلش رو میچرخونیم. ببینیم که فلش به سمت کدوم بازیکن میافته. سمت راست پایین. یعنی آلفونسو دیویس. هنوز که هنوز لواندوفسکی بازی نکرده مگه میشه؟ اول فاس یا علی میچرخه. به شوت. خاک تو سر بازت کنن. توپ لو داد. علی یا بابا گم شو برو دیگه. نیمه اول کویر بود. سمت چپ هالند اومده وسط برسونه. بودو دیگه. نگاه کن توپو لو داد احمق. رفت داداش رفت. این گل رو میزنه الان بهت. الان گلو میخوری. آنسور. سمت چپ میرسونه. سانتو میتونه بکنه. سانتش کن. 0-0 مساوی. هالند گم شو زود باش. تک به تک هالند شوتش رو تمام میکنه کار. آلفونسو دیویز از رقابت ها حذف میشه و به این راحتی ارلینگ هالند فقط با دو تا بازی تونستش اکثر مپ رو برای خود کنه. آقا مپ الان اینجوری شده فقط 3 نفر توی این مپ هستن. راخل لواندوفسکی اینجا بازی میکنه یا میره فینال. سرگن گرونا رو میچرخونیم و بالاخره لابرت لواندوفسکی افتاد. فلش رو میچرخونیم و به پایین سمت چپ میفته. یعنی لواندوفسکی و راموس. بله آقای لواندوفسکی رو مشاهده میکنید که بعد از کلی بازی تازه دم فینالی اومده بازی میکنه واسه رقیب راموس که کلی بازی کرده. راموس توپ رو گرفته وسط میرسونه. لواندوفسکی نتونه توپشو بگیره. راموس چه اشتباهی کرد؟ سم شب میرسونه. لواندوفسکی قد بلندی داره میتونه هدو بزنه. وای راموس شوتر رو زد و توی دروازه. دقیقه 25 سرخیو راموس. لواندوفسکی توپ رو گرفته میخواد این اتاک بزنه به سمت سرخیو راموس. ببینیم که توپو میتونه تبدیل به گل بکنه و بازی رو به تساوی بکشونه. جلوی راموس افسانه‌ای یا نه سانتش رو سر راموس. دوباره توپ رو گرفته. شوت بعدی راموس. اگر راموس فینال برسه واقعا نمیدونم کی برنده میشه. جدی میگم یا ابد. نمی اول یک برش بنفر چیز راموس. ملی زوی است لواندوفسکی اولین بازی چی زرت به بازه. البته رونالدو هم باخت. چم اولین بازی رو مسی هم باخت. دلیل نمیشه. لواندوفسکی تو به جلو میرسونه. شوت میتونه بزنه. خاک بابا همونو به چرخ بزن. راموس به دوتر میرسونه توپو. شماره 20 راموس پشت دفاع میخواد ارسال کنه توپو. لواندوفسکی گرفت. تمام کار لواندوفسکی در اول دیدار خود حذف میشه از جزیره. لواندوفسکی از جزیره بیرون میره. اما راموس به همین سادگی قبیله بعدی رو فتح میکنه و به فینال رقابت های جزیره میرسه. شروع میشه بعد بین راموس افسانه ای و ارلینگ هالند با بازیکن کمتر که به فینال رقابت های جزیره مالتیکان رسیده. حالا بابلینگ دراز خیلی نمیتونه راموس رو دریبل بزنه مگر اینکه شوت کنه. راموس گل بخوره. ای وای هیچی باشه خالی کری واسه یارو دیگه. زرت گل خوردی. اصلا نباش. داره زور خودشو میزنه به سمت چپ میرسونه. بابا نمیتونی تو سان بکنی رو سر اینا. از همون وسط مثلا تو باید بری. نگاه کن تو رو خود. الان سان تو میکشه. بیا فرما. زرت. نیمه اول به نفع ارلینگ هالند به اسمان میرسه. این راموس اصلا حمله نمیکنه. برو با یه شوت بزن. آفرین. سالی برای راموس پشت مدافعین به وسط بد هچ گند زدی داداش. همون پاس میدادی گل بود. ای میخواد گوشه بچپه. ای خدا نمیره تو گل اونجا میزنی. دقیقه 90 و تمام. ارلینگ هالند قهرمان دیدار و جزیره میشه. هالند با بازی کمتر تونستش قهرمان جزیره بشه و تونستش همه رقبا رو شکست بده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. اگه از این ویدیو لذت برده لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی تو کامنت بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون میاد یه مدل دیگه چم بسازید. خدا نگهدار.